درود به همه شما همراهان خوب کانال برانداز. این ویدیو رو میخوام با دو سه تا خبر کوتاه شروع کنم. قبل از اون میخوام از همه شمایی که با لایک ها و کامنتاتون از تیم برانداز حمایت میکنید تشکر کنم. شایان مرادی نسب گزارشگر ورزشی صدا و سیما بود که در روزهای اول انقلاب زن زندگی آزادی در حمایت از مردم از این رسانه ملی خداحافظی کرد. آقای مرادی نسب دیروز بعد از بازی پرسپولیس و ملوان این توییت رو منتشر کرد و نوشت: رفتم یه چیزی بگیرم، از تلویزیون مغازه صدای بازی پرسپولیس ملوان خورد به گوشم. یهو دلم رفت. هیچ کس نمیتونه بفهمه این چه حسیه. معنی که تنها دلخوشیم فوتبال بود. دیگه دیدنش برام سخت شده. خیلی سخت. چند روز قبل بود که توی یکی از ویدیوهام یه جمله گفتم که خیلی به ارزشی‌ها فشار وارد کرد و با همه توان شروع به ریپورت و دیسلایک ویدیوهای کانال کردن. توی اون ویدیو دقیقاً اینو گفتم که غیرت ارزشی تا جایی کار میکنه که خطری تهدیدش نکنه، ولی اگه ببینه چند نفر دارن به مادرش تجاوز میکنن و در صورت دخالت ممکنه آسیب ببینه، براشون شامم میگیره. برای اینکه حرفم به همون ارزشی ها ثابت بشه، میخوام توجهشون رو به عکسی که خودشون از سلنا گومز در مصلی خمینی تهران نصب کردن جلب کنم. ارزشی ها امروز این عکس رو از سلنا گومز در مصلی خمینی تهران نصب کردن و کنارش نوشتن: سلنا گومز خواننده و بازیگر 22 ساله در حمایت از غزه عکسی رو در اینستاگرام خود گذاشت و نوشت: موضوع انسانیت است، برای غزه دعا کنید. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان 4 عضو سفارت ننگین جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. جالب اینجاست که این اقدام دقیقاً وقتی انجام شد که باکو اعلام کرد یه گروه 6 نفره که در تلاش برای کودتا و ساقط کردن حکومت این کشور بودن شناسایی و بازداشت شدند. جمهوری آذربایجان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پشت پرده تشکیل این گروه بوده و به همین دلیل این 4 نفر را از سفارت اخراج کرده. علی روحی پدر جاویدنام حمید رضا روحی درست 2 روز بعد از سالروز تولد فرزندش بعد از بازداشت به زندان اوین منتقل شد تا جدیدترین زندانی سیاسی خامنه‌ای لقب بگیره. رفتار آقای روحی توی این روزها نشون داد که شجاعت حمید رضا دقیقاً به پدرش رفته بوده و از یه همچین پدری غیر از این هم انتظار نمیره. اما یکی از دردناکترین اتفاقاتی که امروز افتاده حمله گسترده سایبری ها به دختر کیومرث پوراحمد بوده. سایبری هایی که حالا بعد از کشتن این پیشکسوت سینمای ایران و هنرمند مردمی کشورمون دارن بدتر از یزید دخترش رو زجر میدن و عکس پدرش رو توی اون شرایط بد براش میفرستن. دختر آقای پوراحمد با انتشار یکی از غمگین ترین استوری های تمام تاریخ نوشت: لطفاً به پخش شدن این عکس دامن نزنید. دامن هم میزنید برای ما نفرستید. این داغ رو به قلب عزیزان من سنگین تر نکنید. اگر اسم شما دوسته، این عکس هست، ولی اگر اشکال نداره ما علاقه ای به دیدنش نداریم. اما برای اون کسانی که هنوزم شک دارن آقای پوراحمد توسط مزدوران خامنه ای و به دلیل مبارزاتش با جمهوری اسلامی به قتل رسیده، این کلیپ رو از صحبت‌های شجاعانش پخش می‌کنه. شناختم من اون جکای این ور من دیده بودمش و این سریال پایتخت که برای من خودم که سال هاست تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه نمی کنم، ولی خب مردم خیلی می دیدم در باید پایتخت حرف می زنن و خیلی استقبال کردم و می خندن در حال باش. آقای ملکی گفتش که امروز روز خیلی بدیه، روز سختیه. بله امروز واقعا روز بدیه، روز سختیه، ولی در چون 40 سال گذشته کدوم روز ما روز خوبی بوده؟ این خشایار الوند یک منافق واقعی بود چون مردم میخندون خنده که مکروه هست یا حرام هست، یک از این رو هست رقص و شادی اینا همینجور مکروه هست یا حرام یا حرام هست، بلاخره یک از این رو هست. این منافق مردم میخندون خشایار الوند. آقای پوراحمد دقیقاً نقطه مقابل کاسلیسایی مثل علیرضا دبیر بود. پوراحمد بین مردم ایران همون قدری محبوب و دوست داشتنی بود که علیرضا دبیر منفور و چندشاوره. دبیر امروز با جابجا کردن مرزهای کاسلیسی و شکستن رکورد ریا و تزویر در تاریخ وسط سخنرانی وزیر ورزش شروع به نماز خوندن کرد. کاری که حتی باعث تعجب افرادی مثل رائفی پور و زاکانی و دلقک خندوانه و خلاصه همه کسانی که سالهاست توی این راه ریششون رو سفید کردن شده. اصلا زمین نازم و فرمون تکلیف زیستیه. ابتدا ما هم آزن رو بعد آزن رو رئیسی تکلیف کردن.
اما امروز تصویری از روزخوری امیر عبداللهیان منتشر شده که واکنش های زیادی رو به همراه داشته. امیر عبداللهیان به خاطر شغلش دائم السفر محسوب میشه و باید طبق قوانین و اعتقادات خامنه ای حتی در سفر هم روزه بگیره. اکرام شریفی عکسی رو از امیر عبداللهیان در حال خوردن ناهار با وزیر خارجه چین در پکن منتشر کرد و نوشت: حضور امیر عبداللهیان و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در ضیافت ناهار وزیر خارجه چین در پکن. کاری به روزخوری امیر عبداللهیان ندارم، چون همه میدونیم که هیچ کدومشون روزه نمیگیرن. همین که وزیر خارجه جمهوری اسلامی انگلیسی رو در حد ابتدایی هم بلد نیست خودش خیلی چیزا رو ثابت میکنه. به صحبتهایی که هموطن آگاهمون درباره این موضوع کرده خوب گوش بدید، مخصوصا جمله آخرش درباره آخوندا. درود به شما هموطنان عزیز. چند روز پیش داشتم یه خبری میخوندم مبنی بر این که ایلان ماسک و یه تعدادی از این قولهای فناوری جهان خواستار این شدن که این پیشرفت افسارگسیخته یه هوش مصنوعی یه مقدار کنترل شده تر و محدودتر بشه تا مطمئن بشن که برای آدما درد سرساز نیست. بی اختیار یاد ایران افتادم، یاد کشور خودمون افتادم. گفتم ببینیم تو این قرنی که تکنولوژی اینجوری شگفت انگیز داره پیشرفت میکنه، این همه تغییرات عجیب غریب تو دنیا داره به وجود میاد، تو مملکت ما چه خبره؟ با یه نگاه اجمالی دیدیم که خب وزیر امور خارجمون انگلیسی بلد نیست حرف بزنه، رئیس جمهورمون بی سواده، سران مملکتمون یه مشت آخوند دوزاری مردنی به درد نخور که مثل خر تو گل موندن، نوچه های اینا که بشن نیروهای امنیتی یه مشت آدم عقده‌ای وحشی کریه المنظر هارون‌زاده، نخبه هامون دانشمندامون متفکرامون یا تو زندان یا زیر خاک. تو هر شهری 100 تا زن اینجوری چادراشونو گرفتن جلو صورتشون اومدن پشت میکروفون دارن میگن یا اون 20-30 میلیون زن دیگه باید این ما بشن، این ما لباس بپوشن، یا ما خودمون میزنیم پدرشونو در میار. عموم مردم، قشر فقیر جامعه که خوب مشخص، قشر متوسط، همه فکر و ذکرش اینه که عشق و حال تعطیلات شمال از دست نده، حالا به هر داستانی که شده. قشر پولدار اما همه افتخارش به اینه که عشق و حالش تو ویلاهای شخصی و لاکچریه. قشر خیلی پولدار امپراتوریش در اینه که عشق و حالش توی اروپا و این بر اون بر. اونایی هم که میخوان به من فوش بدن میگن بارو بابا دهنت رو ببند، اونور دنیا نشستی واس خودت داری عشق و حال میکنی. خلاصه کلن داستان یا عشق و حاله یا غم این که چرا نمیتونیم عشق و حال بکنی. علم و تکنولوژی و فناوری و پیشرفت و کارآفرینی رو هم بنداز دور، چون پول تو این چیزا نیست. پول توی اختلاس و رانت و احتکار و دزدی و حرومزاده بازی و خون مردم رو تو شیشه کردنه. خلاصه مطلب این که اگر من میتونستم یه پیامی بدم به همه مردم دنیا، یعنی اگه صدا میرسید به همه مردم دنیا، میگفتم ببینید ما که دیگه ازمون گذشت، بیچاره شدیم رفت، اما شما اگر روزی روزگاری هر جایی آخوندی رو دیدید مثل سوسک بزنید لهش بکنید، چون اگر اینا زیاد چند کشورتون و تاریختون و خونه و زندگی و همه چیتون رو به گوه میکشن. تو یه چیزی بوده 40 سال